الرحیم. سلام بر عزیزان روزدار. گام ششم از گام هایی که ما و شما را عزیزان به سوی ریان نزدیک میکنه این هست که ما با فقرا و با مستمندان مواساد و همراهی و همکاری داشته باشیم. ماه مبارک رمضان فرصت خوبی هست و یکی از کارهایی که ما باید در ماه مبارک رمضان انجام بدهیم همین هست که با فقرا و با مساکین و با طبقات محروم و به وزارت جامعه همکاری های مادی داشته باشیم. عزیزان ما که سفره های رنگین دارن، چه بهتر که از این سفره های رنگین خود یک قسمتی از غذای که تهیه میکنن برای همسایه فقیر خود، به مسجد، برای یک وامانده در راه، برای یک انسان فقیر و علیل و بیمار و بیچاره ای که در جامعه وجود داره به او بفرستن. خدای تعالی در قرآن شریف میفرماید که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به مرحله بر و نیکی نمیرسین تا ای که از آنچه که دوست دارین شما انفاق کنین. پس ما و شما وظیفه داریم از آنچه که دوست داریم، یعنی آنچه که بیشتر به پیش ما محبوب هست، نه چیزهایی که زیادی هست. ما بعضی از مردم کوشش میکنن چیزهای زیادی که دارن خیرات بدن که هم قابل پسند و قابل قبول و کار نیکو است، ولی بهتر همی هست که انسان از همو چیزهایی که دوست داره او را از دل خود بیرون کنه و برای فقرا بده. ماه مبارک رمضان فرصت خوبی هست که ما و شما این ماه هر به نام ماه مواسات و همراهی و همکاری و کمک به فقرا و مستمندان قرار بدیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در طول زندگی خود دارای کرم و سخاوت بودند، ولی در ماه مبارک رمضان از همه بیشتر کرم و سخاوت داشتن. و کان اجود ما یکون و هو فی رمضان، بر اساس روایتی که وجود داره پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان از همه بیشتر دارای کرم و سخاوت بودند. ما و شما هم باید این سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را در زندگی روزمره خود در جریان ماه مبارک رمضان رعایت کنیم و احیا کنیم و همواره به فقرا و مساکین کمک کنیم. اگر از طریق پولی میشه کمک کنیم، اگر از طریق تهیه غذایی میشه باز هم باید ما کمک کنیم. عزیزان ما که توان مالی خوبی دارند، بهتر هست که مسئله انفاق در زندگی روزمره خود، مسئله مواسات و همکاری و همراهی با فقرا و مساکین و طبقات محروم و بی‌وضاعت جامعه در سرلوحه زندگی خود قرار بدن، در سرلوحه اعمال خود در جریان ماه مبارک رمضان قرار بدن، که ما به شما بتانیم که با استفاده از این ماه مبارک رمضان و از این فرصت طلایی خداوند که خداوند متعال در اختیار ما و شما قرار داده بتوانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم و در راستای محو و فقر و کمک به مستمندان و طبقات بی‌وضاعت جامعه استفاده اعظم و شایان انجام بدیم، تا اینکه سرور و خوشی همان گونه که در دلهای ما و شما داخل شده در دلهای فقرا و مساکین و مستمندان هم داخل بشه. و بهتر هست که ماه مبارک رمضان ماه مواسات با فقرا و مستمندان نام بگذاریم.